سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. پابجی یکی از معروفترین و محبوبترین بازی های بتل رویاله و مثل خیلی بازی های معروف دیگه این بازی هم کریپی پاستاهای مربوط به خودشو داره که تو کل سطح اینترنت پخش شدن. خب امروز میریم که ترسناکترین کریپی پاستاهای پابجی رو ببینیم. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. شماره 10، باگ وسط بتل گراند. برای شروع با یک یوتیوبر به نام شادو پیس میکر استارتو میزنیم که توی یک ویدیو سه تا داستان ترسناک ولی واقعی بازی پابجی رو به اشتراک میذاره. این کریپی پاستا اینطور شروع میشه که پلیر داشته راجع به باگی که وسط بازی براش اتفاق افتاده فکر میکرده. زمانی که داشته با برادرش به صورت دو نفره توی پابجی میچرخیده و 50 نفر دیگه هم مونده بودن. برای همینم اون و برادرش میرن توی یک خونه و کمپ میکنن تا از شرایط بهترین استفاده رو ببرن و همزمان هم داشتن بازیشون رو رکورد میکردن. اون یهو یه پلیر رو میبینه و بهش شلیک میکنه و اونو هدشات میکنه و اون لحظه به خودش افتخار میکنه و از اینکه ضبط میکرده خیلی خوشحال بوده. ولی کسی که اون به شلیک کرده بود وای میسه و اونو میپاد تو حالت گست. اسم طرف خیلی عجیب بود ولی در هر صورت اون اهمیتی نمیده و به بازیش ادامه میده و هر بار که یکی رو میکشه تعداد بازیکنایی که موندن رو چشم میکنه، ولی هر بار میبینه که همشون زندن و عدد روی 50 خوف کرده و علارغم اینکه اون خودش یادش بود که حداقل یکی رو کشته ولی عدد 50 هنوزم هستش. اون اینو به داداشش میگه ولی داداشش اهمیتی نمیده و به بازیش ادامه میده و تهش هم میمیرن. ولی بعدن میبینن که برنده بازی همون پلیری بود که اول بازی کشته بود و برای همینم هم تصمیم میگیرن که برن و ضبط شده داستان رو ببینن و بفهمن جریان چی بوده، ولی میبینن که اصلا ضبطی وجود نداشته و همه چیز پاک شده. شماره 9، PUBG.exe. اگه اون داستان سونیک رو یادتون باشه، یعنی همون سونیک EXE، این یکی رو میتونید خودتون حدس بزنید چیه. فکر کنم دیگه همه میدونن جریان چیه. خب مثل اون یکی، اینم یه کپی علامتگذاری نشده از بازی روی CD بوده. ولی همین که اونو میذارن توی سیستم و نصب میکنن، بازی شروع میکنه به هنگ کردن و باگ دادن. ولی اونا تصمیم میگیرن که به بازیشون ادامه بدن. ولی سرور بازیشون خیلی عجیب میزد و انگار همه بازیکن‌ها یه جور لباس پوشیدن و زمانی که طرف بهشون شلیک میکنه اونا اصلا باهاش مقابله نمیکنن و توی انتهای بازی فقط دو تا پلیر توی مپ موندن و این باعث میشه که اونا در مقابل هم فیس تو فیس وایسن و این طرفو میترسونه و چون طرف مقابل شبیه یه مانکن بود و حرکات خیلی سریعی داشت، همین که همو میبینن این کاراکتر مانکن مونند اونو میکشه و اونجا بازی دو مرتبه باگ میده و بازی دوباره شروع میشه و این بارم همه شبیه همن و دوباره با همون شکل و شمایل اتفاقا رخ میده. ولی تنها تفاوتی که این بار توی بازی میبینیم اینه که مرگ شخصیت ما یکم خونین تر بود و اون شخصیت شبیه مانکن داستان ما طرفو سلاخی میکنه و صفحه سیاه میشه و یهو کله همه پلیرهای دیگه همون لحظه میترکه که اینم طرفو میترسونه. طرف انقدر میترسه که دیسکو در میاره، میشکوندش و بعد میذارتش توی سطل آشغال. فکر کنم مسئله حل شد. پس بریم سراغ بعدی. شماره 8، خودکشی. خب این داستانم خیلی شبیه کریپی پاستای قبلیه و در واقع در مورد یک کپی از بازی پابجیه و بین رفقا میچرخیده. اونا میگفتن که بازی تسخیر شده است و میخواست اونا رو هم تسخیر کنه و بعد از بازی به اونا کابوس میدادش. چند روز بعد از این اتفاق اونا خودکشی میکردن. خب داستان میگه که یک گیمر که میبینه دوستاش بعد از بازی کردن این کپی عجیب از بازی خودکشی میکنن، تصمیم میگیره این بازی رو بگیره و شانسش رو امتحان کنه. اون نسبتاً خوب عمل میکنه و توی 10 نفر اول بازی میاد، ولی همونجا بازی شروع میکنه که باگ بده و توی بازی به جای اینکه صدای بقیه رو بشنون صدای ترسناکی میشنوه. انگار صدای این بود که یکی رو گرفتن و دارن شکنجه میدن. به همین که باگهای بازی بیشتر میشن، عکسهای ناراحت کننده روی صفحه ظاهر میشه و این وقتی بود که بازیکن ما واقعا نگران شد. اون سعی کرد که کامپیوتر خاموش کنه ولی نتونست. برای همینم هم تصمیم گرفت که کابل برقو بکشه و تای سیدیو درآورد. اونو تیکه تیکه کرد تا دیگه نتونه کسی دیگه ای رو تحت تاثیر خودش قرار بده. اون با اینکه بازی رو شکونده بود ولی تا سال بعد هم در مورد این بازی کابوس میدید و توی بازی فقط اون عکسایی که توی بازی پخش میشد و میدید. خیلی تاثیرگذار بود. شماره 7، جوی رایت.
این کریپیپاستا در مورد یک بازیکنه که در حین بازی به یک گروه که داشتن با ماشین دور و بر مپ میچرخیدن میپیونده و میبینه که یهو ماشین متوقف میشه و اون میبینه که همه توش یه جور لباس پوشیدن، ولی چون اونا بهش شلیک نمیکنن اونم تصمیم میگیره باهاشون یکم خوش بگذرونه و سوار ماشین میشه و اونا میرن توی مپ و هر کاری که دلشون میخواست میکنن. پلیرای دیگه رو زیر میکنن و اینور اونور میزنن و کلی خوش میگذرونن، ولی بعدش چیزای عجیبی رخ میده. اون پلیرها توی تمام بازی ساکت بودن و میکروفونشون غیر فعال بوده، ولی الان یهو صداهایی مثل جیغ زدن میشنوه و فکر میکنه که اونا دارن باهاش شوخی میکنن، ولی یهویی اونا صدای جیغ زدن یه خانومو پلی میکنن، ولی این بار این صدا برای طرف آشنا بود، اون صدای مادرش بود. یهو وحشت کل وجودشو برمیداره و هدفون از سرش در میاره و میبینه که مادرش داشت توی دنیای واقعی توی طبقه پایین جیغ میزد. شماره 6، فوتوز. این داستان یه پلیره که داشته توی پابجی به صورت تک نفره بازی میکرده که یهو میبینه دو نفر جلوی همن و دارن میرقصن. اونم زوغ زده میشه و یکیشونو میکشه و بعدش به اون یکی نشونه میگیره و از شانسش اونم میکشه. ولی بعدش روی گوشیش پیام میاد. اون پیامو باز میکنه و میبینه از یک شخص ناشناس یه عکس دریافت کرده. عکسو باز میکنه و میبینه که یک اسکرین شات از کاراکترشه که توی یک دیوایس دیگه هستش. اهمیتی نمیده و بازیشو ادامه میده. ولی دوباره براش عکس میاد. اون هی عکسا رو چک میکنه ولی به بازیش ادامه میده تا جایی که یکی براش یه عکس متفاوت میفرسته. همه عکسا از اون توی بازی گرفته شده بودن و بعد میکشنش. بعد از اینکه از بازی انداخته میشه بیرون، یه عکس دیگه براش میفرستن. ولی این بار عکس از بازی نیستش. عکس از خودش بود در حالتی که پشت کامپیوترش نشسته بوده و داشته پابجی بازی میکرده. اون بعدش احساس میکنه میتونه صدای نفس کشیدن یکی رو که پشتش بوده بشنوه. شماره 5، پرایوت سرور. این کریپیپاستا هم مربوط به یک پلیره که میخواسته وارد یک سرور شخصی پابجی بشه و خودش رو توی بازی کردن بهتر کنه و بتونه بهتر بازی کنه. اون یه سرور پیدا میکنه، میره توش، ولی میبینه کسی توش نیستش. برای همین تصمیم میگیره بره و جایی رو پیدا کنه که به هدفها شریک کنه. بعد از اینکه به یه بیشه مانندی میرسه، یه چیز عجیب میبینه. میبینه که یکی داره توی علفا تکون میخوره، یا حداقل اینطور به نظر میرسید. برای اینکه مطمئن بشه جلوتر میره و میبینه درست میگفته و حدسی که زده بوده درست بود و یه کاراکتر دیگه توی بازی وجود داشته. ولی جای ترسناکش این بود که بازی هنوز میگفت کسی دیگه توی سرور نیستش. برای همین پلیر تصمیم میگیره اونو دنبال کنه و این دنبال کردن اونو به یه خونه عجیب توی بازی میبره، جایی که تا به حال توی بازی ندیده بود. اون میدونست که اون کاراکتر میره طبقه بالای خونه، برای همین اونو دنبال میکنه. ولی وقتی میرسه طبقه بالا هیچ پلیری اونجا پیدا نمیکنه، ولی جاش یه چیز دیگه پیدا میکنه. اون میبینه که همه عکسایی که روی دیوار اون خونه بودن عکسای واقعی اون پلیر توی دنیای واقعی بودن که داره مثلا کارهای روزانه رو انجام میده، میره سر کار، میره رستوران یا چنین چیزایی. پلیر اینا رو میبینه و وحشت میکنه و میخواد هر چه سریعتر از اون خونه بزنه بیرون. ولی وقتی میچرخه یه جسم عجیب و پشتش میبینه، یه آدم یا کاراکتر. اون میبینه که روی صورت اون کاراکتر عکسای خودشو گذاشتن و بیشتر اونو میترسونه. شماره 4، The Face. این یکی با دوتا استریمر شروع میشه. یه پلیر یه عکس رو توی صفحات مجازیش پست میکنه که داشت توی مه یه چیزی رو لوت میکرد. پلیر میگه داشته تا دیر وقت پابجی بازی میکرده و همزمان هم استریمش رو انجام میداده. اون یه استریمر مشهور یا کلا شخص خاصی نبوده، ولی از استریم خوشش میومده و برای همین هم این کار انجام میداده. بگذریم. اون داشت بازیشو میکرد که یهو از پنجره صداهای عجیبی میشنوه. اون حتی یه نگاه ریزی هم بیرون رو میندازه ولی چیزی نمیبینه و اینجا بود که یکم چیزا توی بازی عوض میشن و بازی شروع میکنه به باگ دادن. هر بار که این بازی یه باگ میداد از بیرون هم یه صدای عجیب میومد، ولی هر بار که میرفت و میدید هیچی اون بیرون نبودش. نهایتا باگهای بازی خیلی زیاد شد و اون مجبور شد که کامپیوتر رو خاموش کنه. ولی وقتی این کار کرد یهو یه صدای دیگه هم از بیرون شنیدش، یه صدایی مثل صدای از درخت بالا رفتن یا خشن انداختن روی چوب. و وقتی که رفت اینو ببینه قسم خورد که یه تصویری به شکل عجیب رو از پنجره دید. ولی وقتی نزدیک‌تر شد تا دوباره نگاه بندازه هیچ کس اونجا نبودش. روز بعدی که رفتن عکسشون نگاه بندازن یه چیز عجیب دیدن. توی بخش از ویدیوشون اون یه تصویر از همون چیزی که شبش دیده بود رو پشت سرش دیدش. شماره 3، Save My Life PUBG. یکی از اون سه داستان ترسناکی که اون یوتیوبره توی شماره 10 گفته بود و اینجا داریمش.
توی این یکی یه بازیکن داره خیلی عادی پابجی بازی میکنه و هوا هم تاریکه. اون از هدست استفاده میکرده که همه صداهای دوربرش رو قطع میکرد و همه حواسش به بازیش جمع میشد. درهای خونه قفل شده بودن و اون توی خونه تنها بود. نزدیکای ساعت 2 بود و اون تصمیم گرفت که یکم بره و استراحت کنه. اون هدستش رو در میاره و دوربرش رو نگاه میکنه و میبینه که در اتاقش بازه، در حالی که مطمئن بود اونو بسته بود. اون میره طبقه پایین، میبینه که سگش داره اینور اونور میره و میشه از حرکاتش استرسش رو فهمید. معمولا توی این تایما سگ توی اتاق دیگه خوابیده بود، ولی در هر صورت وقتی رفت پایین یه فاجعه دید. دوست خونشون رو زده بود و کل خونه ریخت و پاش شده بود. اون به پلیس زنگ میزنه و شروع میکنه خونش رو تمیز کنه، ولی اون موقع بود که میفهمه هیچی ازش بر نداشتن. لپتاپ تازش هنوز روی میز بود و یه باکس پر از جواهر و اشیاء قدیمی هم بود که درش باز شده بود، ولی چیزی از توش برداشته نشده بود. پس اونا برای چی اومده بودن اونجا؟ 10 دقیقه بعد پلیس ها میرسن و همین موقع هم دوست دخترش میرسه. اون شیفت شب کار میکرده و همین که میاد خونه و اوضاع رو میبینه عصبانی میشه که چه اتفاقی اونجا افتاده و اینکه چرا وقتی اون دوزا اومده بودن خونه این پسره اصلا نفهمیده. وقتی که پلیس هم رفتن، اونا تصمیم میگیرن یکم استراحت کنن و بعدش صبح زود پلیسا بهشون زنگ میزنن و بهشون میگن که فکر میکنن دوزا رو پیدا کردن. وقتی پرسیدن که چجوری تونستن به این صورت اونا رو بگیرن، پلیسا گفتن وقتی که مجرم ها وارد خونهشون شدن، اونا رفتن پایین خیابون و اونا وارد یه خونه شدن که یک خانواده کامل توش خوابیده بود. وقتی که دوزا متوجه میشن که خانواده همه میدونن اونا به خونهشون حمله کردن، اونا رو، یعنی هر 4 نفرشون رو میکشن و 12 ساعت توی اون خونه جسداشون رو نگه میدارن. پلیسا فکر میکنن که اگه این پلیر خوششانس ما اون مجرم ها رو متوجه خودش میکرد، همین سرنوشت انتظارشون میکشید. شماره 2. One shall stand, one shall fall. این داستان راجع به یکیه که میره سراغ پابجی، چون دیگه از فورتنایت خسته شده بود و تصمیم میگیره که بره سراغ یه بازی بتل رویال معروف دیگه و ببینه که آیا دوستش داره یا نه. چون اون از نظر مالی مشکلات زیادی داشت و نمیتونست بازی جدیدی بخره، برای همین میره سراغ پابجی و از یه سایت این بازی رو به صورت رایگان دانلود میکنه. اون اولش فکر میکنه یه کلاهبرداریه و میره سراغ کامنتا و توی یکی از کامنتا میبینه نوشته اینو بازی نکنید، خیلی خطرناکه. و این جمله اونو کنجکاو کرد، میخواست ببینه چه خبره توی بازی. برای همین دانلود انجام میده و وقتی میره توی بازی، تنها گزینه‌ای که بازی بهش میده این بود که بره و بازی کنه و این اونو به صحنه توی بازی برد. اون فایل در مورد یک سری قایق بودن که داشتن به سمت جزیره حرکت می‌کردن و یه تکست هم روی صفحه بود که میگفت یکی باید بمونه و یکی باید بمیره. و بعدش بازی شروع میشه. اول بازی یکم پلیر گیج شده بود و اینور اونور میرفت، ولی بعدش یه چیز عجیبی پیدا میکنه. اون میبینه که یک جسد در حالی که یک چاقو توی مغزش فرو کردن از درخت حلق‌آویز شده. بعدش یهویی کنترل کاراکترش از دست میده و کاراکترش میره سمت جسده و چاقو رو از توی سرش در میاره. پلیر میخواست از بازی بره بیرون، ولی چیزی جواب نمیداد. اون حتی سعی کرد کامپیوتر هم خاموش کنه، ولی بازم نتیجه‌ای نداد و برای همین تصمیم گرفت بازی رو تموم کنه که شاید بازی تموم بشه و بتونه از بازی بیرون بیاد. اون 2 مرتبه کنترل کاراکترش رو به دست میگیره و میره دوروبرای نگاه بکنه و با یکی رو در رو میشه، ولی به محض اینکه اونو میبینه دوباره کنترل کاراکترش از دست میده و کاراکترش میره و حریفش رو با چاقو بزنه و کاراکتری که چاقو خورده بود میفته زمین و زجه میزنه. و بعد از این داستان دوباره کنترل کاراکترش به پلیر برمیگرده و همون لحظه توسط یه پلیر دیگه کشته میشه. اون بهش شلیک میکنه و اون میفته زمین، ولی هنوز کار این کاراکتر تموم نشده بود. وقتی که میره تا اونو بکشه، یهو دوباره کاراکتر پلیر کنترل خودش رو به دست میگیره و گردن اون طرف که بهش شلیک کرده بود رو قطع میکنه و بعدش بازی شروع به نمایش میکنه. یه صفحه باز میشه که روش نوشته بود آفرین، حالا بیا یکم کیف کنیم. و بعدش کامپیوترش خود به خود خاموش میشه و روز بعدش بازی تماما از کامپیوتر حذف شده بود. اون رفت تا شاید دوباره توی وبسایت اونو پیدا کنه، ولی هیچی اونجا نبود و این لحظه بود که اون صدای در رو شنید. رفت تا از پنجره نگاه کنه. یه نفر رو جلوی در دید. یک مرد با همون لباس شخصیت پابجی که دیروز بازی کرده بود. میبینه که دست طرف یه چاقوه. شماره 1. Dead Chicken Dinner. و در آخرم آخرین کریپیپاستامون شام مرغ مرده رو داریم. این داستان در مورد یه بازیکنه که تازه شروع کرده بود پابجی بازی کنه و داشت از بازی لذت می‌برد که بعد 3 هفته یه چیز عجیب براش ظاهر میشه. توی یه بازی تیمی توی پابجی داشت بازی می‌کرد. دوتا از همتیمی‌هاش به سرعت کشته میشن و 15 دقیقه بعدش اون یکی همتیمیش که اینجا به نام دیوید ازش یاد میشه شروع میکنه به جیغ و فریاد و بعدش دیوید محو میشه.
عین اینکه مرده باشه، ولی دیوید هنوزم باهاش صحبت میکرد از راه میکروفونش. و بعدش این پلیر بقیه رو میکشه و به جایی میرسه که فقط دو نفر توی بازی مونده بودن و همه چیزی که میخواست این بود که ببره. یه حالت ضرب المثلی داریم که میگه برنده برنده شام مرغ میخوره. رقیبش هم سعی داشت با توهین و فوش دادن اعصابش رو خرد کنه و بتونه از نظر روانی خودش رو جلو بندازه. ولی تهش پلیر ما اونو یک هدشات میکنه و یهو اون ساکت میشه و پلیر ما میگه چی شد؟ هیچی نبودی. وجودش هم نداشتی تو چشام نگاه کنی. بعد یه مدت رقیبش جواب میده. اسمش غیر عادیه و چیزی نیست که هر روز باش برخورد کنی. و بعدش آدرس پلیر ما رو میپرسه. بعدش میگه که به زودی میبینمت و پلیر هم همینو که میشنوه یکم میترسه. تصمیم میگیره که بره بخوابه، ولی چند روز بعد یه پست براش میاد و وقتی اونو باز میکنه میبینه که یک مرغ شکم پر توشه. البته این نوشته هم بهش وصل بود که میگفت این یکی چطور آقای برنده. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امروز. کدومشون بیشتر شما رو ترسوند؟ ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی روز خوبی داشته باشید.